تبریک میگم برای افتتاحیه یلماز به خانم باخرت و همکارای عزیزشون. امیدوارم که موفق باشن. چیزی که من در اولین قدم آشنایی با ایشون متوجه شدم، دوست داشتن یک مکان پرایوت و خیلی شیک رو برای مشتریای خیلی خاصشون داشته باشن و این منو جذب کرد. اصلا به نظر من همه مردم عادی مدل شدن دیگه توی ایران. خب کمتر آدم عادی میبینید. همه یا مدلن یا عکاسن. یا بازیگر یا خواننده البته. ولی به نظر من آدم ها خیلی خوبه که کار خودشونو بکنن. یعنی یه دکتر خوبه که همون یه دکتر باشه، یه مهندس مهندس باشه، یه منشی منشی باشه و اینه که جامعه رو میسازه. اگه همه قرار باشه که خیلی در لول مدل ظاهر بشن، خیلی بخوان با سر و ظاهر یا اجزای صورت و بدن ور برن و جراحی و این داستان ها اینجوری، به نظرم شاید برای جامعه خیلی مناسب نیست. ولی خب اونم انتخاب هر شخص، هر کی دوست داره هر کاری میکنه. یعنی شما موافق این جراحی زیبایی نیستی که الان خیلی زیادم شده و این حتی آقایون؟ به نظر من خیلی همه شبیه هم شدن دیگه. من نمیشناسم واقعا، مثلا یه جایی میرم خیلی شبیه هم، من خیلی تفاوت ها رو متوجه نمیشم چون همه بینی ها شبیه همه، گونه ها. شما خودتون بینیتون عمل نکردید؟ من بینیم عمل نکردم. شما هیچ عمل زیبایی رو صورتتون انجام ندادید؟ صورتم نه، من خیلی میرسم به خودم، بعدم نمیاد یه موقعی کارایی بکنم. ولی این که بخوام چیزی رو تغییر بدم یا جراحی کرده باشم که تیغ به صورتم تا حالا خورده باشه، نه. ولی چرا بخوام برسم به خودم، خیلی اهلشم. تو زندگی شخصیتون آدم خنده رو به شدت، چون به من اصلا میگن سید خنان به شدت. من از بچگی توی مدرسه هم میگفتن سید خنان. من خیلی راحت زندگی میکنم. من آدم پولداری نیستم ولی خیلی پولدار زندگی میکنم. آرامشم دوست دارم و به شدت وابسته به خانواده هم و سعی میکنم از شرایطی که دارم به نفع احسن استفاده کنم و زندگی و آرامش رو برای خودم بسازم. یه وقت همیشه همه چی برای ما آماده نیست. شما متأهلی؟ نه، من مجرد تازه ازدواج کردم. چند سالتونه؟ 44. دیر نیست؟ چرا ازدواج میکنی؟ دیگه ببخشید دیگه. اعتقاد دارم که باید پیش بیاد پیش نیومده. من هیچ گاردی ندارم به ازدواج از اول تا همین الان. شما یعنی استقبال میکنین از اون موقع که بیام؟ من همیشه از فردام خبر ندارم. میگم که هر چه پیش آید خوش آید، میسپارم به خود خدا. ولی هیچ زاویه هم باش ندارم. جالبه که ازدواج نکردی سید خندان. آقا چرا شما رو تو یلماز میبینیم؟ مزون لباس زنانه. ازدواج هم نکردی. آره، آقای باخرت که اونجا افتتاح کردم و در واقع از دوستان بسیار خوب من و برادر من، یعنی دوست خانوادگی ما هستن، یعنی اصلا یه عضوی از خانوادگی، یعنی دیگه انقدر با هم اینجوری که خواستن افتتاح کنن با من تماس گرفتن، گفتن که میخوان یکی از دوستان هنرمند رو هماهنگ کنن که خانمای بازیگر که بیان برای افتتاح اینجا. چرا خانم معتادی رو انتخاب کردین؟ به دلیل اینکه خانم معتادی هم دوست خوبه، هم رفیق خوبه، هم همکار و هم همراه خوبیه. ما خیلی از جاها میریم، خودمون میریم برای مثلا افتتاح یا دعوت میشیم، در واقع سلام علیکم. خانم متشکرم. می‌خوام شما اینو داشته باشین، صداتونو بشنوین. خیلی جایی که دعوت میشین، من داشتم پشت سرش میگفتم که الان اومدم حضورم میگم. یه وقته یه اتفاقاتی پیش میاد. خب که یه سری شرایطی مهیا نیست. حالا به هر دلیلی، چه میدونم، مثلا قرار جایی بریم ماشین دیر میاد یا مثلا اتاقی که برای ما مثلا برای اسکان از قبل در نظر گرفتن عوض میشه شرایطش. دوستانی هستن که قر میزنن، عصبی میشن، حال خودشو بعد حال. ولی خانم اوتادی جزو اون دسته از دوستانی هستن که خیلی خیلی همراه خوبی هستن، خیلی خوش انرژی هستن. من به آقای باخرت هم حتما شهادت میده حرف من. گفتم من به خانم اوتادی گفتم به عنوان مهمان قبول زحمت کردن، انقدر دوست و رفیق خوبی هستن که سالها میتونن رفاقتشون هم ادامه پیدا کنه برای کمک کردن حالا به این کسایی که به هر حال یعنی همین هیته فعالیت میکنن.
این رفاقت خارج از بحث حال افتتاح اینجا مهمان بودن برای این برنامه یا سینماست. آره متشکرم آقای سالی، میخوام همینجا ازتون قول بگیرم خواستگار اومد دعوت کنم که بیان یه ذره از من تعریف کنین. اگه مرسی این خوبی از نه خانم به من سابقه دارم که روی آنتن خواستگاری کردم، الان این صحبت ایشون حمله بر این نشه که الان فردا بنویسن که علی صالحی از لیلا اعتادی خواستگاری کرد یا بالعکس. ایشون گفتن که خواستگاری. آره میدونم. آخه دوستانی که مخاطبای ما انقدر بامزه و انقدر جذاب و دوست داشتنی هستن، بعد برای خودشون ایده پردازی میکنن، الان یهو یه تفسیری میکنن که لیلا اعتادی زیرپوستی خواستگاری کرد از آقای صالحی. حالا بله یا نه؟ بله. خدا رو شکر. نه لوئیس فیگو بیاد. بابا این داستان لوئیس فیگو. بدبخت اومد رفت تموم شد. به خود من اصلا با اون آدم نه مشکلی دارم نه با برنامه مشکلی دارم نه چیزی، فقط من میگم که بله بسیار من دو سالم مشاور فرهنگی که از فکر کردم میخواست بگه دو سال استقلال بازی کرد تیمای خوب ایران بودن، بعدا میگم کدوم، ولی پرسپولیس بعد آره پرسپولیسی هم هستم. خواستگاری کنسل شد چون من استقلالی هم. بعد به نظرم من چیزی که گفتم در ادامه مطلب بگم که دوست دارم تو این وضعیت اقتصادی خراب مملکت مردم ما بتونن یه چیزی کسب بکنن، ستاره های فوتبال ما که الان پولاشون داده نمیشه برن یه جایی مصاحبه کنن پول بیارن، نه با این وضعیت کرمانشاه و مردم که معترضن و سفره هایی که خالیه، دوست ندارم یه همچین پولی از کشور خارج بشه به اضافه اون چیزایی که بهتون گفتم. خب با اجازه خداحافظ. خواهش میکنم. مرسی آقای صالحی، مرسی از شما. من تشکر میکنم شما، امیدوارم که اتفاقات خوبی برای مملکتون بیفته، همه مردم شاد باشن، از این بلایای طبیعی هم دور باشن.